به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. درگیری در جامو و کشمیر 9 کشته بر جا گذاشت. به نقل از خبرگزاری سپوتنیک، در پی درگیری میان پرسنل امنیتی هند در منطقه شوپان واقع در جامو و کشمیر دست کم 9 شبه نظامی کشته شدند. پلیس اعلام کرد که دست کم 4 تن از این افراد صبح امروز دوشنبه کشته شدند. بنابر گفته های منابع پلیس، تمامی کشته ها از اعضای گروه تروریستی حزب المجاهدین هستند. این منابع همچنان اعلام کردند که در این درگیری شمار از نیروهای پلیس نیز زخمی شدند. صحت عامه هرات نتوانستن مانع فعالیت حکیم الکوزه شود. ریاست صحت عامه هرات نتوانستن مانع فعالیت نماینده حکیم الکوزه در این ولایت شود. حکیم الکوزه فرد است که ادعا میکند واکسین کرونا را ساخته و توانسته ده ها بیمار را درمان کند. وزارت صحت عامه اما با رد این ادعا فعالیت او را ممنوع کرده است. داروی ساخته شده این فرد در آزمایشگاه وزارت صحت عامه مورد آزمایش قرار گرفته که به گفته مقام صحی بیشتر ترکیبات آن را مواد مخدر تشکیل می دهد. مسئولان صحی می گویند که دارو نه تنها در درمان کرونا مؤثر نیست، بلکه باعث اعتیاد بیمار نیز می شود. با این همه اخیراً گفته می شود نماینده حکیم الکوزی برای فروش این دارو به هرات سفر کرده است. بر اساس گزارش ها افراد زیاد برای گرفتن واکسین الکوزی در هرات مراجعه کردند. مسئولان صحی هرات اما از اداره محلی این ولایت درخواست کردند تا مانع از فعالیت نماینده حکیم الکوزی شده و از مردم هم خواستند که فریب نخورند. گفتگوی خلیلزاد با آیت طالبان در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کردند. گفته شده محور این گفتگو شروع مذاکرات بین الافغانی بوده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در یک پیام تویتری گفته است خلیلزاد دیروز یکشنبه 8 جوزا با حضور مطلق نماینده ویژه وزارت خارجه قطر با رهبران طالبان دیدار کرد. آقای شاهین جزئیات بیشتر در مورد نتایج این گفتگو ارائه نکرده، اما گفته است که محور این دیدار آغاز مذاکرات بین الافغانی و تسریع روند رهایی زندانیان بوده است. خلیلزاد در حال انجام دوره تازه سفرهایش در مورد صلح افغانستان است. او پس از دیدار از قطر به اسلام آباد رفته و با قمر جاوید رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرده است. ارتش پاکستان اعلام کرده است در این دیدار در مورد وضعیت کلی امنیتی منطقه، مسئله پناهندگان افغانستان، روند صلح و کنترل و مدیریت مرز پاکستان افغانستان گفتگو شده است. طبق برنامه وزارت خارجه آمریکا، خلیلزاد قرار است به زودی به کابل سفر کند. این دور سفر خلیلزاد در حال آغاز شده که امیدواری ها برای شروع مذاکرات بین الافغانی بیشتر شده است. مقام های حکومت افغانستان می گوید روند رهایی زندانیان طالبان به سرعت ادامه دارد تا زمینه برای آغاز مذاکرات فراهم شود. اشرف غنی خواستار پیگیری جدی رویداد آتش گرفتن موتر پناهجویان افغان در ایران شد. اشرف غنی رئیس جمهور خواستار پیگیری جدی رویداد آتش گرفتن موتر پناهجویان افغان در ایران شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که آقای غنی امروز دوشنبه 19 جوزا در آغاز کابینه بر بررسی جدی این رویداد تاکید کرد. آقای صدیقی در یک پیام تویتری نوشت رئیس جمهور همچنان تاثیرات عمیق خود را از عقوع این حادثه ابراز نموده، تاکید کرد که این رویداد به گونه جدی از طریق مراجع دیپلماتیک دو کشور باید پیگیری شود. به گفته صدیقی رئیس جمهور در آغاز نشست کابینه از محمد حنیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به خاطر پیگیری دوامدار رویداد آتش سوزی موتر حامل مهاجران افغان
قدردانی کرده است. اواخر هفته گذشته گزارش شد که یک موتور حامل مهاجران افغان در ولایت ایران بر اثر رویداد ترافیکی آتش گرفته و 3 نفر جان باختند. پس از بررسی ها اما روشن شد که شلیک نیروهای ایرانی باعث آتش گرفتن این موتور شده است. مقام های ایران هم این موضوع را پذیرفتند. مقام های وزارت خارجه ایران همچنان گفتند که پلیس ایران به قاچاقچیان شلیک می کند. این رویداد موجب برانگیخته شدن موج از خشم علیه ایران و سیاست های مهاجراتی این کشور در افغانستان شده است. طی روزهای اخیر کمپاین بزرگ پیرامون این رویداد شکل گرفته و معترضان با سوختن با آن واکنش نشان دادند. درخواست آب و شکایت از سوختن جمله ای است که از بازماندگان آن رویداد که یک نوجوان است با گریه ابراز می دارد. این رویداد پس از آن رخ می دهد که چند پیش ده ها پناهجوی افغان که گفته می شود از سوی مرزبانان ایرانی مجبور به انداختن خود به آبهای هریرود شده بودند جان باختند. طرف ایرانی اما مدعی است که هیچ سند مبنی بر دخالت مرزبانان آن کشور در وادار کردن پناهجویان برای انداختن خود با آب وجود ندارد. هرچند ادعای شلیک بر معطل حامل پناهجویان در ایران را پذیرفتند. از سوی دیگر همزمان رویداد آتش گرفتن پناهجویان افغان در ایران و اعتراضات ضد نجات پرستی در امریکا موجود شده تا کاربران میان این دو رویداد نسبت برقرار کنند و ایران و امریکا را به دلیل سیاست‌های نجات پرستانه و ضد مهاجرات در کنار همدیگر قرار دهند. ایران بار دیگر دخالت مرزبانانش در حادثه به رودخانه انداختن کارجان افغان را رد کرد. 8 صبح کابل. محسن بهرمن معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تحقیقات کشورش نشان می‌دهد که مرزبانان این کشور در حادثه به رودخانه افکندن کاردیان افغان دخالت نداشته است. محسن که در 6 جوزا برای بررسی حادثه کشتار کاردیان افغان در مرز ایران به کابل آمده بود، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا میگوید که این حادثه نتیجه ترددهای غیر قانونی از مرز مشترک افغانستان و ایران است. به گفته ای او افغانستان با برچیدن پاسگاه‌های مرکزی بر مرز کنترل ندارد و ممکن افراد گفتار قاچاقچیان انسان شوند و با عبور از راه‌های سخت گذر دچار این نوع خطرات شوند. معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزیر خارجه ایران تاکید می‌کند که در تحقیقات ایران مدرک برای دخالت مرزبانان ایرانی پیدا نشده است و سالانه از مرز مشترک ایران و افغانستان 500,000 تردد غیر قانونی صورت می گیرد که مرزبانان ایرانی همواره با آنها روحیه قانونی می کند. او افزود که مدارک و اسناد افغانستان را دریافت کرده است، اما این اسناد چیز نیست جز یک سری مصاحبه و عکس از محل رویداد در رودخانه هریرود که هیئت ایرانی نیز محل رویداد را دیده است. او همچنان برای برخی از اسناد افغانستان مصاحبه با افراد عنوانی کرده که گفتند جز گروهی بودند که در رودخانه هریرود غرق شدند. محسن میگوید که این اسناد را مهم تلقی کرده و در اختیار مراجع ذی‌دخل ایرانی قرار داده است تا به آن به صورت قانونی رسیدگی کنند. تا مشخص شود که از نظر حقوقی ثابت کننده جرم یا تقصیر است یا خیر. سخنان محسن روز یکشنبه 18 جوزا از سوی خبرگزاری رسمی دولت ایران یعنی ایرنا نشر شد. وزارت خارجه افغانستان تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش‌ها شمار از کاردیان افغان که از مرز مشترک با ایران در منطقه دهنه ذوالفقار وارد ایران شده بودند، نیمه های شنبه شب 12 جوزا از سوی مرزبانان ایرانی به رودخانه انداخته شدند. طبق یافته های آیت حقیقت‌یاب که ریاست آن را حمید سرمفتشتی قماندان اعلای قوای مسلح بر عهده داشته است، در مجموع 46 نفر از کاردیان افغان در رودخانه هریرود انداخته شده. از این میان 17 ناپدید، 12 نفر غرق شده و 17 نفر دیگر نیز نجات یافتند.